درماندگی و رنگ زردی عاجزی از یه انسان رو ببینین، چگونه گستاخی میکرد در مقابل پروردگار، در مقابل کتابش، در مقابل پیامبرش، در مقابل مسلمان ها قدر توهین گستاخی کرد، دل مسلمان ها را شکستان و نعمت های الهی را نادیده گرفت، ایمان را که بر پروردگار برش داده بود دور نادیده گرفت، رها کرد و مرتد شد و همچنان نعمت را که پروردگار برش داده بود گرده بود، او گرده را به جای از اینکه آب بنوشه و به او در مزار عام می آمد شراب می خورد. و همچنان دوستایی که در امریکا هستند در نزدیک از اینها گفتند که در قصد می آمد در پیش مسجد غذا می خورد در رمضان تا مسلمان ها اذیت شوند و همچنان سیگارت می زد. به این اندازه گستاخی می کرد. کسایی که در مقابل پروردگار گستاخی کرده اند نتیجهشون چی است؟ پروردگار توسط بسیار مخلوق ضعیفشان ها را از بین برد. اونها فرعون که دوای خدایی میکرد، مخلوق ضعیف پروردگار آب از موجود بسیار مایه است، مفید است، مگم توسط از آب هلاکش کرد. و نمرود بسیار یک پادشاه ظالم دیگری بود و همچنان او را یک مگس در دماغش رفت، او را هلاک ساخت. و لشکر ابرهه به او عظمت بزرگیش آمدن به قصد تخریب کعبه و بیت الله، او را ابابیل پرنده ها از بین بردن. و این شفیعه ها را پروردگار بسیار مهلتش داد، دید که ای از حد گذشتان. مولانا میگه که هرچه از حد بگذرد رسوا کند، آنچه از حد بگذرد رسوا کند. از حد گذشتان دی شفیعه یار، هنوزم وقت داری، بیاز مسلمان ها معذرت بخوای، از پروردگار معذرت بخوای، قدر نعمت های الهی را بدان که برات داد، امی استعداد، امی حافظه، امی هر چیزی که برات داد، ایره کی داده، ایره بر پروردگار داده. درماندگی از ای به این خاطر از دوستای عزیز که ای درماندگیش به این خاطر است که میفهمه که اعمال خوبی را در این دنیا انجام نداده برای انسانیت، برای بشریت و برای تمام مخلوقات. به او خاطر میفهمه که آخرت ما آخرت خوبی نیست، در بدر و خاک بسر است. به او خاطر میگه که من تنها ترسم از جدایی از دوست است. اگر تو مؤمن می بودی، باور به زندگی بعد از آخرت می داشتی، هیچ درمانده نمی بودی مثل مسلمان ها، مثل فلسطینی ها که در هر حالت سرشون می الحمدلله علی کل حال میگن، خداوند ستایش میکنن، سپاسگزاری میکنن. مثل ما مسلمان ها به این باور هستیم که مرگ بر ما یک تحفه است، ما را وصل میکند، یک پل است، ما را وصل میکند به آخرت، به خالق ما. ما چرا با دیدن از خالق ما در حراس باشیم، رنگ ما زرد باشه، نگران باشیم؟ و همچنان ما به این باور هستیم، ما دوستای خود را، فامیلایی که پیش از ما رفتن، دوستایی که فوت کردن، همه ایشان ان شاء الله تعالی در جنت الفردوس ملاقات میکنیم. از این خاطر ما نگرانی نداریم، نگرانی از این بیچاره از این ناحیه است. و برات وصیت میکنم، هنوزم وقت داری، بیا توبه کو، از این نعمت پای پروردگار استفاده اعظمی بکو و از خالقت معذرت بخوای، از مردم معذرت بخوای، توبه بکو، دروازه رحمت الهی باز است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.